سرور هستم. دینمون اسلام بود و مسلمان بودیم به خاطر اینکه از پدر بزرگا به پدر و خودمون به ماها رسیده بود که دینمون اسلام و مسلمان هستیم. بله، من خیلی معتقد بودم که نماز رو سر وقت بخونی، روزه بگیری، شبای پنجشنبه، جمعه، زیارت عاشورا، دعای کمیل، همینا بود که خیلی حجابم رو رعایت میکردم، چادر میزدم، ساق دستم معلوم نباشه، ساق پام معلوم نباشه، خیلی رعایت میکردم. با اینکه تو خانواده مسلمونی بودیم، خودم، برادرام، خواهرم، همه رعایت میکردیم که یه موقع مشکلی پیش نیاد یا مثلا اشتباهی ازمون سر نزنه که گناه کرده باشیم، موی ازمون بیرون نباشه، وقتی که میخوایم نماز بخونیم لاک نزنیم و خیلی چیزای دیگر رو رعایت میکردیم. به ما فقط میگم، چون ما خودمون تحقیق نکرده بودیم، فقط شنیده بودیم و که از پدر و مادر بهمون رسیده بود که اگه مود بیرون باشه با مو آویزون میشی، اگه نامحرمی ببینتت، آرایش غلیظ کرده باشی، پوستت میسوزه، تو آتش جهنم میسوزی و خیلی طوری که رفت بهمون یاد داده بودن که خدا رو یه جوری نشون ما دادن که ترسناکه، که ازش بترسیم، باهاش راحت نباشیم، همیشه رعایت کنیم که یه موقع خدا ما رو عذاب نده، یه مشکلی برامون پیش نیاد. ما خدامونو فقط در پیامبرا و اماما و علی و حسن و حسین و محمد میدیدیم که همیشه مستقیم باهاش در ارتباط نبودیم، همیشه باید یه واسطه بود، خدایی بود که مستقیم نمیتونستیم باهاش در ارتباط باشیم، خدایی بود که باید حتما یه واسطه بود، یه واسطه بین من و خدا باشه که بتونیم حرفمون رو بزنیم، اگه نیازی داریم، اگه مشکلی برامون پیش اومد یه واسطه قرار بدیم، یه نذر و نیاز آنچنانی، یه قربانی بکنیم که شاید خدای اون خدا قبول کنه به خاطر اون واسطه ها. این خدایی بود که من نمیتونستم مستقیم باش در ارتباط باشم. من بعد از اینکه مهاجرت کردم و تو یونان با مسیح آشنا شدم و سر یه جریان دخترم که براش پیش اومد، یه مریضی پوستی اینجا گرفت که هنوزم باز که اینجا بودم مسلمان بودم و همیشه میگفتم خدای، نمیگفتم که مثلا مسیح کمک کن، چون نمیشناختمش و همیشه میگفتم ابوالفرض رو واسطه می کردم، امام حسین رو واسطه می کردم، حضرت محمد رو واسطه می کردم، به مامانم اینا می گفتم که نذر کنید، نیاز کنید، دخترم مشکل پوستی پیدا کرده که با دارو اینا درست نمی شد و چون مدرک نداشتیم نمی تونستیم ببریمش دکتر، چون قبولش نمی کردن و به خاطر اینکه مدرک نداشتیم نمی تونستیم کاری بکنیم. تا اینکه تو خونه که بودیم یه دوست داشتم اونجا که تو هم خونه مسافری با هم آشنا شده بودیم، دوست شده بودیم، اونجا بهم گفت که چرا نمیری پیش کسی براش دعا کنه. گفتم که من مسلمونم، دارم دعا میکنم، این همه امام و همه رو دارم واسطه قرار میدم، ولی هیچ. نزدیک 3-4 ماه دخترم خیلی اذیت بود، طوری بود که با گریه میخوابید، یعنی بعضی شبا ما نمیخوابیدیم از بس که میخارید بدنش خونی میشد. تا اینکه بهم گفت که یه کلیسایی هست، یه آقایی هست، بیا برو اونجا، حالا مسیحیه، دعا کنه برات، مطمئن باش پشیمون نمیشی. دیگه از همه جا ناامید شده بودیم، گفتیم باشه. براش دعا که وقتی که دیدش، عکساشو دید، بدنشو دید، گفت خب باشه، منم تلاشم رو میکنم که با دکتر صحبت کنم، یه آشنا دارم، اگه باشه، چون مدرک ندارید ویزیتش کنه. ما بهش گفتیم که اگه میشه براش دعا کنید
که همون موقع که براش دعا کرد دقیقاً 3 روز بعد دعاش اصلاً اثری از خارش و اون مریضی پوستی و اون لکه ها نبود دیگه. یعنی واقعاً یه جوری معجزه، اولین معجزه‌ای بود که من الان دارم میگم واقعاً معجزه بود برام، چون خیلی توی 3-4 ما اذیت شدیم، خیلی طوری بود که اذیت میشد، با گریه میخوابید. بعد از اینکه بعد دقیقاً بعد 3 روز هیچ اثری ازش ندیدم، یه جورایی شدم که واقعاً مسیح هست، عیسی هست، خدایی هست که بی واسطه میتونی باهاش حرف بزنی. برای همین تو جلسات آنلاین شکر میکردیم، تا اینکه ما مدرک نداشتیم نمیتونستیم جایی بریم. ما چون مدرک نداشتیم نمیتونستیم جایی بریم، چون پلیس ها میگرفتن و دیپورت میکردن. برای همین استرس خیلی زیادی داشتیم و میگم تو 1 سالی که 7-8 ماهی که اومده بودیم واقعا جایی نمیرفتیم. حتی دومین معجزه‌اش بعد اینکه تو کلاس ها شرکت میکردیم و همون کلیسا یه کتاب مقدس بهم داد که بخون باهاش آشنا بشی، تحقیق میکردم که ببینم واقعا عیسی کیه. بعد از اینکه کتابو میخوندم یه جورای دیگه اعتقادات قبلم داشت از بین میرفت، روز به روز داشتم سمت عیسی میومدم. تا اینکه دومین معجزه شو دیدم، با اینکه ما مدرک نداشتیم و جایی نمیتونستیم بریم، به اصرار یکی از دوستامون گفت که بیایید با هم بریم بیرون، مشکلی براتون پیش نمیاد و اینا. دقیقاً ما و دوستامون با هم بودیم، کنار هم راه میرفتیم که پلیسا اونا رو گرفتن و ما رو انگار ندیدن. یعنی قشنگ با هم میرفتیم که پلیسا اومدن و جلو اونا رو گرفتن که زن و شوهر بودن، با ما کار نداشتن، گفتن شما برید. یعنی دومین معجزه فقط وقتی که پلیس اونا رو گرفت، فقط گفتم خدایا خودت کمکم کن، چون اگه میگرفتن دقیقاً دیپورت میشدیم و باز با مشکلات قبض باید میجنگیدیم. این بود که دیگه با تحقیق و اینا باعث شد که ما بیایم سمت عیسی و الانم خیلی خوشحالم، چون خیلی اتفاقات خوب و معجزات بیشتری دارم ازش میبینم. ثمره‌ای که تو زندگی من داشت و داره، دیگه نگران فردام نیستم، نگران این نیستم که فردا چی پیش میاد، چه مشکلی برام پیش میاد، چون واقعا میدونم که خدا جلوتر از من هست، همیشه جلوم هست، همیشه کنارم هست. بعد از این معجزاتش، ایمانی که آوردم باعث شده که دیگه نگران نیستم، نگران اتفاقی نیستم. قبلا نگران همه چی بودم، که اینکه فردا چه اتفاقی میفته، فردا میخوام چی کار کنم، فردا برای دخترم دارم بپوشم، برای خورد و خوراکم، برای پولم، از هر لحاظی که باشه نگران بودم. ولی الان دیگه نیستم، میدونم که دیگه احتیاج به هیچی ندارم، چون خدا قبل از اینکه من بخوام برام فراهم میکنه. مثلا قبلا نگران بودم که آره واقعا میتونم این کار رو انجام بدم، خدایا میشه نمیشه، ولی الان دیگه نه، اگه از خدا بخوام میدونم که میشه و خواست خدا هرچی هست همونه. تو تثنیه باب 8 که میگه خداوند پیشا پیش تو حرکت میکنه، همراهته، نترس، هراسان نباش، او تو رو ترک نمیکنه، او تو رو تنها نمیذاره. واقعا این آیه رو خیلی من دوست دارم و دارم با وجود احساسش میکنم، میبینم که کنارم هست، همراهم هست و دیگه نمیترسم، نگران نیستم.